سلام، من مهشید ندیری هستم، همراه شما در برنامه روی خط امشب. همونطور که احتمالاً میدونید امروز روز جهانی پناهندگان بود و به همین مناسبت موضوع برنامه امشب مسائل و مشکلات پناهندگان. بر اساس آخرین آمار جهانی در سال 2010 میلادی 43 میلیون و 700 هزار نفر به دلایل متفاوت در سراسر جهان مجبور به ترک خانه و زندگیشان شدند. به جز جنگ و نزاهای داخلی و همچنین بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله که باعث بالا رفتن تعداد پناهجویان به دیگر نقاط جهان میشه، چه عوامل دیگه باعث میشه که فردی محل زندگیش رو ترک کنه و با وجود همه مشکلات بخواد با وجود همه مشکلاتی که مهاجرت داره بخواد که در کشوری دیگه زندگی کنه؟ این پرسشیه که در طول برنامه امشب با شما مطرح خواهیم کرد. از طریق وبلاگ، فیسبوک و ایمیل برنامه میتونید با ما در تماس باشید و همینطور مثل هر شب میتونید روی خط تلفن بیاید و تلفنی در بحث ما شرکت کنید. اگر می‌خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202 692 4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. خلاف این که به نظر میرسه کشورهای توسعه یافته باید میزبان پناهندگان بیشتری از سراسر جهان باشن، اما بر اساس آماری که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان منتشر کرده، 4/5 پناهندگان جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنن. کشورهایی که خودشون عمدتاً درگیر مشکلات اقتصادی هستند مثل پاکستان، ایران و سوریه که دارای بیشترین تعداد پناهنده در منطقه هستند. بله، و مطابق معمول هر شب در این قسمت از برنامه ماندانا تدین همراه ماست با پاسخهای شما در فیسبوک و وبلاگ روی خط به این پرسش که چه دلایلی وجود داره که مردم یک کشور موطن اصلی خودشون رو ترک میکنن و به کشورهای دیگه پناه میبرن. ماندانا سلام. مهشید، خب راستش این سوالی که پرسیدیم خیلی جوابای مختلفی داشته، مثلا آزادی‌های فردی، مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی، تحصیل، و بیشتر کسایی که جواب دادن یکی از اینا نبوده، در واقع یک مجموعه بوده. درسته. مثلا آپتین توی وبلاگ ما نوشته که افرادی که از ایران خارج و پناهنده کشور دیگری میشن به دو علت اساسی این کار رو میکنن و گفته که یکیش در جستجوی آزادی هست و دیگری یافتن کار، و در ادامه نوشته که بلتر اگر این دو مورد در کشور خودمون رعایت بشه دیگه موارد معدود و خاصی پناهنده در جای خواهیم دید. میشه گفت مهمترین دلیلش آزادی فردی است. تو فیسبوک هم همینطور، مثلا بیننده به نام میم ایرانی نوشته که به دلیل دیکتاتوری، عدم آزادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، عدم وجود عدالت اجتماعی. بیننده دیگری به نام سبا ایرانی گفته که چون ایدئال‌هایی که برای خود در نظر می‌گیرن رو در کشور خودشون پیدا نمی‌کنن. سبا در ادامه گفته که ما آزادی امکانات آموزشی و شغل می‌خواستیم، وقتی هیچ کدوم از این سهر نوشته که نداشتن آزادی باعث میشه که خیلی‌ها به فکر رفتن بیفتن. بیننده دیگری به نام مسعود آزاد گفته که عدم احترام به حقوق شهروندی، نبود حمایت قانون از مردم، قلدری و پررویی بیش از حد مامورین و بسیج و آخوندهای بی‌سواد حامی دولت، نبود استقلال و آزادی و امنیت در تمامی سطوح جامعه، و مهمتر از همه دخالت همه جانبه به نام دین در حریم خصوصی افراد، و نوشته که مشکل فقط همین یکی دو تا نیست که بشه به نحوی با اونها ساخت، و در ادامه گرانی و تورم
تجاوز، شکنجه، آزار و اذیت، گشت ارشاد، زندانیان سیاسی، دخالت در ادیان و غیره و غیره رو مثال زده. و خب خیلی از اینها داریم، در بخش بعدی هم که میام باز در مورد ایسایش صحبت می‌کنم. حتما من دارم ممنون از این قسمت نظرات. اما کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد امسال کمپینی رو راه اندازی کرده با نام یک، با این شعار که حتی یک پناهنده بی امید هم زیاد است. همکارانم هم گزارشی رو تهیه کردن درباره این کمپین و همینطور وضعیت پناهندگان اخیر تحولات در لیبی و همجور سوریه. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یک کمپین چند رسانه‌ای به نام کمپین یک را این هفته به منظور افزایش آگاهی در مورد آوارگان اجباری و بیوطن با بیان و انتشار داستان‌های شخصی آنها آغاز می‌کند. کمپین پیامی را تحت عنوان حتی یک پناهنده بی امید هم زیاد است، همراه با پیام آنجلینا جولی، سفیر حسن نیت این سازمان برای تشویق مردم به همکاری می‌فرستد. روم پایتخت ایتالیا این هفته مرکز توجه رویداد امسال روز جهانی پناهندگان است و آنتونیو گوترز، کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گزارش سالانه آمار پناهندگان را ارائه می‌دهد. یک شنبه گوترز پیشاپیش مراسم روز جهانی پناهندگان ضمن بازدید از مرکز مهاجران در یک جزیره کوچک ایتالیا به خبرنگاران گفت: قریب به 1 میلیون نفر پس از آغاز درگیری در لیبی آن کشور را ترک کردند که کمتر از 2% آنها به اروپا رفتند. بنابراین بحث در اروپا بر سر آنها با واقعیت همخوانی ندارد. به گفته سازمان ملل متحد تنها کشور تونس 500 هزار پناهنده را در خود جای داده و این سازمان خواستار اعمال سیاست مرزهای باز شبیه تونس بر روی پناهندگان در کشورهای اروپا است. در میان مقامات ترکیه شنبه برای نخستین بار به خبرنگاران اجازه دسترسی به اردوگاه‌های پناهندگان در مرز با سوریه را دادند. این اردوگاه‌ها را سازمان‌های مددکار برای پناهندگان سوری برقرار کردند. حدود 10,000 تن از مردم سوریه از ادامه خشونت‌ها در سوریه به اردوگاه‌های مرزی پناهندگان در ترکیه پناه بردند. به گفته فعالان حقوق بشر بیش از 1400 نفر در خشونت‌ها و سرکوب نظامی مردم سوریه توسط نیروهای بشار اسد کشته و 10,000 نفر نیز بازداشت و زندانی شدند. گزارش صدای آمریکا، شهلا راسته، واشنگتن. خب ارتباط ما با شما برقرار شده. یکی از پناهندگان ایشون هستن در یونان، آقای احمد سراجی. آقای سراجی با سلام به شما، بفرمایید در ارتباط با وضعیت خودتون. با درود خدمت شما و شنوندگان محترمتون، من در سال 2009 با توجه که قبولی یون ترکیه رو داشتم و رای کشور کانادا بودم، دولت ترکیه همسو با رژیم جمهوری اسلامی و هماهنگ با آنها من رو تحویل جمهوری اسلامی داد و بعد از 18 ماه زندانی بالاخره موفق شدم با یه مرخصی به یونان وارد بشم. بله. و بعد از 6 ماه زندانی در یونان و آقای سراجی، شما وقتی به یونان رفتید به عنوان پناهنده رفتید به یونان؟ خب آقای سراجی، نمیدونم ارتباطمون با ایشون برقرار هست یا نه. آقای سراجی، بله شما صدای منو با تلفن شما فقط گوش بدید، با تلفن با هم صحبت کنیم نه از تلویزیون. بله آقای سراجی، دلایل این که شما مجبور شدید پناهندگی بگیرید چیا بودن؟ همونطور که میدونید رژیم جمهوری اسلامی یه وضعیتی رو تو کشور به وجود آورده که وقتی کسی که محروم از کلی امکانات اجتماعی بشه، محکوم به زندان‌های طویل المدت بشه، وقتی که شکنجه بشه، بزنن قفسه شینه طرف رو بشکنن، 2 سال از زن و بچه‌شون نتونه ببینه، ملاقات ندن بهش، شما خودتون جای من باشید. یعنی من مجبورا
به داشته هامو علاقه هامو تو کشور خودم میگذارم، میام به کشوری که اونجا به نام خارجی به من با من رفتار میکنم. من خودم این واقعیت رو نمیتونم قبول کنم که چرا اینجا اومدم، ولی مجبورم به خاطر اینکه بتونم زندگی کنم، بتونم حداقل یک آزادی داشته باشم و نفس بکشم. خانم عزیز، بله، در طول 2 ماه تو زندان تبریز منو 3 بار به انفرادی بیشه بردن اونجا. شما توجه کنید که چطور با من حتی تو زندان رفتار میکردن. بله آقای سراج، ممنون از تماسی که با ما گرفتید، متشکر. اما یکی دیگه از پناهجویان که با ما در ارتباط بودن الان صداشون رو برای شما پخش میکنیم، صدای آرنوش رحیمی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه مازندران و ستاد میرحسین موسوی از شهر وان در ترکیه با ما تماس گرفته بودن. بشنویم مشکلاتشون رو به عنوان یک پناهنده. ما روزی که تصمیم گرفتیم از کل زندگیمون بزنیم و کشور رو ترک کنیم به امید یک رفاه، که نه، یک آسایش فکری بودیم که به ترکیه اومدیم یا از کشور خارج شدیم، اما متاسفانه اینجا به اون شکلی هم که ما فکر میکردیم نبود. ما اول که اومدیم مشکل اولی که باش مواجه شدیم بحث رجیستریشنمون تو پلیس ترکیه بود. اول از همه اینها یک وقت چند ماهه به ما دادن که برید بعد از این 2 ماه بیاید و خودتون رو رجیستر کنید. بعد که ما رجیستر کردیم یکی دیگه از مشکلات اساسی ما شروع شد، این فرایند یونه. یعنی که اصلا ببینید تعریف نشده است که چه قانونی داره. یکی به یک نفر یک هفتهی وقت مصاحبه میدن، به یک نفری چند ماهه وقت مصاحبه میدن و اصلا مشخص نیست که جوابش کی میاد. اینجا واقعا فضاییه که سردرگمی، همگی نمیدونیم واقعا چه کار داریم میکنیم. کما اینکه تو کشور ثانی همیشه یک رخوت و سستی تو فعالین سیاسی هست، چون دستمون از همه جا بسته است، امکان فعالیت برای ما اصلا وجود نداره. اجازه کار برای ما هست، اما خب فقط قانون اجازه کار هست. متاسفانه ما در طول چند ماهی که اینجا هستیم که نمیتونیم به این سرعت با زبان اینها ارتباط برقرار کنیم و آشنا بشیم. خب عملا امکان فعالیت اقتصادی برای ما نیست. این یه مشکل خیلی اساسیه، چون بچه‌ها اینجا کار که نمیتونن بکنن. از طرفی هم ما اینجا حساب بانکی چیزی هم نداریم که بتونیم از جای دیگه کمک بگیریم. واقعا از اقتصادی همه پناهنده‌ها، تقریبا قاطعانه میگم همه پناهنده‌ها تو مشکل اساسی هست. یکی از مشکلات اساسی ما تو ترکیه اینه که ما چون با قانون آشنایی نداریم عملا پشتوانه ای نداریم. اینجا خودمون رو خیلی تک و تنها حس میکنیم. یه روز به عنوان پناهجو اومدیم اما تقریبا بی‌پناهیم. یکی دیگه از مشکلات اساسی ما هم اینه که ما اصلا امکان خروج از شهری که درش هستیم رو نداریم. وقتیم توی یک ساختار خیلی بسته ما اصلا اینجا محبوس شدیم و امکان هیچ کار و فعالیتی برامون نیستش. خب میهمان برنامه امشب روی خط آقای بهمن معالی‌زاده، بنیانگذار بنیاد نیکوکاری نوروز هستند. بنیاد نیکوکاری نوروز از ماه مارس سال 2004 با هدف کمک رسانی به پناهندگان ایرانی در کشورهای ترکیه، عراق، یونان، پاکستان و هندوستان آغاز به کار کردند. آقای معالی‌زاده خیلی خوش آمدید به برنامه شما. خواهش میکنم. آقای معالی‌زاده بفرمایید که کمک هایی که بنیاد نوروز، بنیاد شما به پناهندگان ایرانی میکنه شامل چه مواردی میشه؟ از حقوقی گرفته، مالی گرفته، پزشکی و برای افراد کمک هایی که بتونیم برای خانوادهشون مسکن یا جا پیدا بکنیم. یعنی از زمانی که اعلام پناهندگی میکنن پناهندگان ایرانی در این کشورهایی که من گفتم، درسته، شما این کمک ها رو بهشون ارائه میدیم؟ ارائه میدیم. باید رجستر شدن با سازمان ملل یا با سازمان هایاس یا با سازمان یکی از ارگان های رد کراس و ما مدارک رو میگیریم و براشون شروع میکنیم پروسس کردن این افراد. و خوشبختانه به خیلی از افرادی که وارد ترکیه شدن بنیاد نوروز تونسته کمک بکنه. تونسته کمک کنه. آقای یکی از معالی‌زاده، یکی از مشکلاتی که پناهندگان دارن معمولا اون قاچاقچیانی هستن که اونها رو از اون کشوری که هستن، حالا ما در مورد ایران صحبت میکنیم، به کشورهای دیگه میبرن. در ارتباط با این مسئله بنیاد شما یا کاری میکنه یا حرفی دارید که بعد همیهنان بدارن که خیلی از قاچاقچیان که مردم پناهنده ها از به علت اینکه هیچ نوع امیدی ندارن
میان به طرف ترکیه و بعضی وقتا سازمان ملل این افراد رو بین 14 ماه تا 2 سال یا 3 سال اینا رو آلخون میذاره و کارشون رو پروسس نکرده. خیلی ها میگن که ما دیگه امیدی نداریم، باید بریم به قاچاقچی سر بزنیم و از بار از راه قاچاق میخوام بیان و نمیدونن که این قاچاقچی ها کمک به اینا افراد نمی کنن و تمام زندگیشون رو ازشون میگیرن و اینا رو توی بین آبهای بین ترکیه و یونان میگن که اونجا یونان هست، شما میتونید برید خودتون برین اونجا، اینا رو ولشون میکنن و در مردم وارد یونان میشن و نمیدونن چیکار بکنن. همینجوری هم که قاچاقچیان هم که شنیدین در میرن به طرف مالزی یا اندونزی و بین 6 تا 8 هزار دلار میدن که قاچاقچی‌ها اینا رو ببرنشون استرالیا یا بره بین آب‌های بین اندونزی و استرالیا و اینا رو تو آب‌ها ولشون میکنن و دولت استرالیا اینا رو میاره تو جزیره کریسمس. بله. اما آقای معالی‌زاده، مهمترین مشکلاتی رو که شما مواجه بودید در کارهایی که انجام دادید از سال 2004 تا الان در ارتباط با پناهندگان، مهمترین مشکلاتی که پناهندگان دارن، پناهندگان ایرانی دارن، اونها چیا هستن؟ مشکلاتی که هستش که یو این خیلی رو به رسمیت نمیشناسه و مدارکی رو از این پناهنده ها میخوان و بعضی وقتا پناهنده ها اونجور که باید صداقت بکنن در کیسشون این کار انجام نمیدن، کیس های مختلف میدن، ولی خیلی از پناهنده هستن واقعا احتیاج به این هستش که در وقتی مصاحبه میشن با یو این درست صحبت بکنن، حقیقت رو بگن و سعی نکنن یک داستانی بگن که سازمان ملل اینا رو باور نکنه. اگه درست بگن کارشون درست میشه، درست پیش میره. اما حالا در مورد اینکه چی باید بگم و توی برنامه ما داریم مطرح میکنیم که دلایلی که یک فردی تصمیم میگیره خونه زندگیشو ول بکنه و بره توی یک کشور دیگه پناهنده بشه با تمام مسائل و مشکلاتی که وجود داره، درستم. اون دلایل عمدتاً اون چیز مواردی که شما مواجه بودید باهاش، اون دلایل عمدتاً چیا بودن در مورد خیلی وقتا ها؟ خیلی وقتا افراد به دلیل سیاسی، به دلیل دینشون، یا مثلا چرا مثلا یه خانواده‌ای که در ایران یه دینی داره، مثلا یه بهایی یا سنی یا درویش هستش، چرا این به دلیل سنه، چرا نمیتونم برم دانشگاه، چرا نمیتونم حق برابری داشته باشم به یه انسان دیگه در قرن 2001، چرا در این سال هممیهنان ایرانی نمیتونم مثل بقیه بگه آقا من دینم مثلا بهائیه یا من دینم یهودیه یا بخاطر دین هستن یا مسیحی شدن، دینشون رو از اسلام آوردن مسیح کردن. این یه قشره. یه قشره هم که همونجور که میدونید رژیم آزادی نداره در کشور و سرکوب میکنه بدون هیچ نوع قانونی، افراد رو دستگیر میکنن و به خاطر ابیوز اف هیومن رایتس. حالا باز با هم صحبت میکنیم آقای معالی‌زاده، اینجا اجازه بدید یک تلفنی رو پاسخ بدیم. آقای حیدری از آذربایجان. آقای حیدری سلام، بفرمایید. با سلام و تشکر و درود به شما و دستگاه‌های صدای آمریکا. خواهش میکنم. ما پناهنده‌ها و پناهجویی هستیم که در آذربایجان، خود بنده مدت 17 سال هستش یعنی پناهنده یوگن هستم، 11 سال هم هست که برای کشور سوم منتظر هستم. اینجا تقریبا تعداد 116 کیس هستش، موجود هستش متعلق به پناهنده که تقریبا 10 کیسش قبولی یو این رو داره و برای کشور سوم منتظر هستن. در طول این مدت، این سالهایی که ما اینجا زندگی کردیم و دیدیم، بجز بی اعتنایی و بجز کارشکنی مامورای یو این و دولت آذربایجان چیز دیگه رو ندیدیم. متاسفانه وضعیت خب مثل دیگر کشورام اینجا وضعیت بسیار سخت است، چه از مالی، پزشکی و حقوقی که هیچ گونه چیزی کمکی نمی‌کنن. اجازه نداشتن پناهنده ها مثلا به اعتراف کردن به یو این در مورد کاره، چرا به کار ما نمی‌رسیم، خود دولت آذربایجان دخالت میکنه، مشکل فراهم میکنه برامون. به خاطر قرارداد امنیتی هم که با ایران دولت آذربایجان بسته، اصلا پناهنده ایرانی قبول نمی‌کنه و حتی اگر قبول کنه یه چیز فرمالیته بود. بعدش هم تقریبا
میشه گفت در صورت برخورد میریم که مثلا حقوقی میخواین از طرف مامورای یو ان که حقوقتون رو برپا کنن مورد تحقیر و تهدید قرار میگیرین از طرف مامورای یو ان. شما در اول برنامه گفتین که ایشون مثلا یو ان میخواد یک کمپینی اجرا کنه به عنوان کمپین یک، بله کمپین رو راه اندازی کردن، بله بفرمایید. بله کمپین میخواد اجرا کنه به عنوان که حتی پناهنده نامی نداشته باشه. بله. من سوالم اینجا هست، چرا باید یک پناهنده 17 سال نگهداری بشه برای کشور سوم و چرا باید بی‌اعتنایی بشن به اینا؟ مثلا فقط من نیستم، دوستان زیادی هستن که 11 سال 5 سال اینجا نگه داشتن اینا پرونده‌اش، اینا فقط برای ایرانی ها هست، برای دیگر کشورهای دیگه این تاثیر نمیشه. فقط به ایرانی ها دارن گیر میدن. حقیقتا این مامورای یوان آذربایجان بسیار شرایط شرایط سخت کردن برای بله. آقای حیدری، حالا یک مقدار از دلایلی که شما پناهنده شدید و این مشکلات رو دارید تحمل میکنید بگید، حالا هم خودتون و هم کسان دیگه‌ای که شما گفتید یه تعدادی 116 خانواده هستن. من تقریبا 22 ساله، من قبلا هم عراق بودم. ما به خاطر اینه که خب مسئله کردستان ایران یه چیز مشهودی هستش، به خاطر مسائل عرقی و مذهبی و ایدئولوژیکی که داشتیم، دولت ایران خب مخالفت شدیدی داره با گروه‌های که دموکرات طلب هستن یا مشکل دارن. به خاطر همون ما متاسفانه مجبور به ترک وطن شدیم، چون زیر خب خطر بودیم. همینطوری هم که می‌بینین یه صدای کوچیکی از ایران بلند میشه، صدها نفر زندانی حالا به دلایل مختلف شکنجه و اعدام و از این کار می‌کنن. بله تشکر میکنم از تماس شما آقای خسرو حیدری، و در اینجا بشنویم مشکلات امیر صحتی وبلاگ نویس رو که وبلاگ نویس و پناهنده سیاسی رو از شهر وان در ترکیه. به اعتقاد من بزرگترین مشکلی که پناهنده های اینجا دارن اینه که مدت زمانی که پرونده هاشون رسیدگی میشه خیلی طولانیه و این انتظار طولانی واقعا باعث سری مشکلات شده، و همینطور مسائل اقتصادی که هست اینجا. خب شرایط کاری خیلی مشکله، پناهنده ها اجازه کار ندارند و همه اینها باعث میشه که این مدت انتظار براشون خیلی سخت‌تر بشه. خب یک سری مشکلات هم هست که مربوط به مشکلات امنیتی میشه که خب در مقایسه با مشکلات اقتصادی و این مدت زمانی که پروندهشون طول میکشه تا بهش رسیدگی بشه خیلی کمتر هست، ولی خب به هر حال برای یک عده پناهنده های مشکلات امنیتی هم وجود داره. بله یک تلفن دیگر رو پاسخ میدیم. آقای جوان میری روی خط هستن، سلام به شما. با درود فراوان به شما و بینندگان و شنوندگان محترمتان و همچنین به مناسبت روز جهانی پناهندگان، ما تشکر خاص به کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد در خلاف بله. انجام میداریم. عجبه هر سوالی در خدمت. خواهش میکنم شما از وضعیت خودتون بگین آقای جوان میری. خب ما پناهندگان کل ایرانی که تعداد 172 نفر هستیم که ساکن کمپ الولید که تقریبا بیشتر از 50 روزه که هر روز 4 ساعت در زیر حرارت گرمای تابستان دست به یک تحسن عمومی زده ایم و خصوصا امروز روز تاریکی جهانی پناهنده بود، ما پناهندگان برای 5 ساعت در کمپ را بستیم و نداشتیم حتی هیچ آمادگی از طریق کارمندان یو ان و مقامات عراقی که اینجا مسئول هستند بیان داخل کمپ. و همچنین ما در یک شرایط سخت و دشواری هستیم که خودتان میدونیم که ما سالهای سال پناهنده هستیم که از تقریبا بیشتر از 40 ساله که ما از کمپ اتباش پناهنده بودیم و به دلیل نبودن امنیت در کمپ اتباش در انبار ما مجبور بودیم کمپ را ترک کنیم و خودمان به مرز عراق و اردن برسانیم و تقریبا این قبل دو سال ما به کمپ الولید که در غرب انبار است که نزدیک بین حدود عراق با سوریه است ما منتقل کردن و الان ما در زیر چادر زندگی میکنیم و در یک شرایط سخت و دشواری هستیم. بله آقای جوان میریز شما بفرمایید که عمده ترین دلیلی که باعث شد شما از ایران بخواید خارج بشید و پناهنده بشید به یک کشور دیگه چی بوده؟
برگردیم به تاریخ 1979. از همان اوائل به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، رهبر این رژیم بود که فرمان جهاد را علی خلق آزادی خواه کرد در ایران صادر کرد و از راه‌های زمینی هوایی مناطق کردنشین ایرانی مورد حمله مزدوران و خونخوار و فاشیست این رژیم قرار گرفت و هدف از این حملات نابودی جنبش آزادی خواه کرد بود. در نتیجه ده ها هزار نفر باید بگیم آواره و اکثرا به عراق پناه بردن. بعضی از ما به دلیل کرد بودن من و بعضی دیگه به دلیل مسائل ملی و مذهبی مجبور شدیم به عراق پناهنده بشیم و جنگ ایران و عراق نیز یک دیگر از عوامل رئیسی آواره شدن این مردم. بله، ممنونم از تماستون آقای جوانمیری و برمیگردیم صحبت میکنیم با آقای بهمن معالی‌زاده. آقای معالی‌زاده، شما در بنیاد نوروز فعالیت هایی که میکردید، با مواردی که مواجه شدید، من میدونم یک مورد هست، یک دختر بچه هستش که کارهایی انجام داده، خودتون توضیح دارید. در یکی از این اردوگاه هایی که در بین مرز اردن و عراق بودش که امروز آقای آزاده جوانمیری داشت صحبت میکرد، ایشان از الان کمپ الولید هستش، کمپ بود به نام رواشت که بین مرز اردن و عراق بود، به نام نومنز لند بودش و این پناهنده ها که از کمپ التاش عراق وقتی که جنگ شروع شد بین آمریکا و عراق، اینا روی آوردن بین مرز اردن و عراق و وارد و با کمک اولی حضرت که با پادشاه اردن تماس گرفت، این 651 نفر وارد اردن شدن و میریم به یکی از این کمپ ها که تو چادراشون خانواده ها شعری نوشته بودن، درد و دلاشون تو چادرهایی که الان فوتیجاش رو شما نشون دادید هستش و یکی از این دختران درباره زندگیش میگه. این دختر عراق به دنیا آمده تو کمپ التاش، ولی فارسی رو، یک کتاب فارسی بود، به هم فارسی یاد دادن و الان این بانو، یه دختر خواهر برای شیمان، الان در چند سالا؟ الان فکر کنم 22 23 سالشون باشه، در سوئد تو تلویزیون سوئد کار میکنن و موجه برنامه هستن. بله، الان میخوایم ببینیم ایشونو. بله، قدر رنج کشیدم، ز جهان سیر شدم، گرچه جوان هستم ولی پیر شدم، چه کنم چاره‌ای ندارم که فلک کرده ما را جدا، از کدام غنچه گل بچینم که دهد بوی شما را، غربت چیست؟ هیچ چیز، غربت غمگین تر از غربت نیست، کاش میشه جدایی را پنهان کرد، غارهای زرق و سر از ریشه ویران کرد. بله، تلفن دیگری داریم. آقای رضایی از ترکیه هستن. آقای رضایی سلام به شما، بفرمایید در مورد وضعیت خودتون صحبت کنید. آقای رضایی، الو. بله آقای رضایی، ما صدای شما رو میشنویم، در مورد وضعیتتون صحبت کنید. سلام، وقت شما بخیر. خواهش میکنم. ببخشید من تصدیق بکنم، من داوود موسی‌رضایی هستم. این که مکس کردم تصور کردم فرد دیگه این مد نظر شما. نه خیر، خواهش میکنم. بله، خیلی خوشحالم که این برنامه رو تدارک دیدین. در مرحله اول از اون تشکر میکنم از شما و تمام همکاران محترمتون. خدمت شما عرض بکنم که من دو تا مطلب هست که میخوام خدمتتون عرض کنم. اولیش در خصوص من قبل از اینکه ترکیه بیام عراق بودم، کردستان عراق بودم و اونجا با دفتر کمیساری عالی پناهندگان خب مسائلی رو که از اونها دیدم یه مقدار دلگیر شدم و ناامید شدم در اصل و مجبور شدم که به ترکیه بیام. عرضم به حضور شما که من چون حسب اون وظیفه‌ای که احساس میکنم دارم ناگزیرم اول به اون مسائل بپردازم بعد به مسائل خودم. فقط خیلی کوتاه آقای موسی‌رضایی، خواهش میکنم. خواهش خدمت شما عرض کنم، توی کردستان عراق اربیل متاسفانه دفتر کمیساری عالی پناهندگان نه به وضعیت پناهجوها رسیدگی میکنه نه به وضعیت پناهندگان، چون خب همه میدونن که پناهجو کسی هست که میاد خودشو معرفی میکنه به یو ان و میگه که من این مشکل رو دارم تا قبول بشه، ولی بعدن هست کسی که حتی قبول شده، این قبولی ژنو هم حتی دریافت کرده
حتی اونم توی کردستان عراق معطل مانده و مشخص نیست که اصلا چی میخواد بشه. عرضم به حضور شما که این مطلب اول بود در مورد اربیل عراق، دفتر کمیساری عالی پناهندگان، و مسئله دومش متاسفانه مخدوش کردن اطلاعات هویتی پناهجویان هستش. البته من بابت این موضوع سند دارم که دارم میگم و این خیلی شرم‌آور متاسفانه. حالا خیلی خوشحالم که ظاهرا UN یه اقدامی داره انجام میده که فکر کنم میخواد پاسخگو باشه نسبت به این مسائل. بله. اما من آقای موسی رضایی، میشه خواهش کنم درباره خودتون بفرمایید چه دلایلی باعث شد که ایران رو ترک بکنید؟ خدمت شما عرض بکنم که من اگه بخوام خلاصش بکنم باید بگم عدم وجود قانون، چون به نظر من آنچه که باعث میشه که انسان جایی امید داشته باشه و به زندگی بچسبه و حتی تهدیدات رو به جان بخره و به یک اشکالی نداره قانونه. کشوری که قانون داشته باشه میشه امید داشت، میشه زندگی کرد بعد هر جا که باشه، ولی متاسفانه توی ایران قانون نیست و من به خاطر اون اومدم. البته اصل قضایی این هست که سال 87 برای من دادگاه انقلاب رأی صادر کرد به عنوان به اتهام تبلیغ علیه نظام، محکوم به یک سال زندان شدم. بعد این رو 2 سال به حالت تعلیق در آوردنش، 1 سال بعد از اون خورد به مناظره های آقای احمدی نژاد، و چون خب همه میدونن مخصوصا کسایی که با حقوق و اینها سر و کار دارن. بله. بسیار صحبتایی که خواهش میکنم. ممنون از تماستون آقای داوود موسی رضایی، متشکر. یک تلفن دیگه هم داریم، آقای حامد از نروژ با ما در تماس هستن. بفرمایید آقای حامد از خودتون و وضعیتی که دارید. آقای پناهنده هستید در نروژ؟ سلام خانم نادری، سلام خدمت شما همه بینندگان از دنیا. خواهش ازتون داشتم اگه میشه هر کسی واقعا اگه 1 دقیقه واقعا وقت بدید، چون به بقیه دوستانم وقت برسه. من کوتاه میکنم صحبتمو. من الان 5 سال تقریبا 6 سال است که تو نروژ پناهنده هستم. پرونده پناهندگی من 3 سال پیش بسته شده و خیلی ها هستن که اینجا مثل من زندگی میکنن. از 3 سال پیش من یه روز سر کار بودم، به من اومدن گفت از امروز شما دیگه اجازه کار ندارید، برای اینکه پرونده شما بسته شده و دیگه اجازه کار ندارید شما تا وقتی که برگردید مملکتتون. 3 سال هستش که الان من میگم خب منو برگردید ایران، به من میگن که چون تو مشکل جون در خطر ایران ما نمیتونیم تو رو برگردونیم. میگم که خب پس اجازه بدید اینجا کار کنم، اینجا هم اجازه نیست کار کنم چون پرونده من بسته شده. و کار خوبی که ایران روز اول میکنه از شما یه امضا میگیره که شما هیچ حق و حقوقی و برای شکایت کردن علیه یونن و یون و خواستن چیزی در مورد پناهندگیتون و کل کیستون هیچ شما حق و حقوقی ندارید در این مورد. از روز اول یعنی این حق از شما میگیرن. الان بچه های هستن اینجا مثل من، خیلی ها دوست دو یکی از دوستان من 3 هفته تو زندان به زور بازداشتش کردن برای اینکه راضی بشه بره سفارت جمهوری اسلامی فقط برای اینکه امضا بده لیست پاس بگیره. و این بنده خدا جز بچه های مجاهدینه، میگه اگه من برم منو میکشنم. 2 تا 3 هفته انداختنش تو زندان فقط به خاطر اینکه خانم ندیری ازش امضا بگیره که لیست پاس بدن بفرستنش ایران. و اینجا جمهوری اسلامی تو بین پناهنده ها، تو بین تمام مردم اینجا نفوذ داره. خبر میاد کسایی هستن تو بین خود جمهوری اسلامی به اسم پناهنده اینا رو میفرسته، با پناهنده های دیگه ارتباط دارن و آمار پناهنده ها رو به جمهوری اسلامی میرن. خیلی هستن اینجا واقعا. من ازدواج کردم، الان بیا بچه دارم، دختر من الان 4 سالشه، ولی به من اجازه نمیدن. میگن تو یه تنها راهی که داری باید بری از ایران دوباره ازدواج کنی بیای، چون پروندت بسته شده. یا اینکه بری اینجا سفارت جمهوری اسلامی بگی به من پاسپورت بدن، که بهشون گفتم من اگر روز اول میتونستم برم سفارت که اصلا از ایران خارج نمیشدم. جرم منم تو ایران فقط این بوده که من مشروب خوردم. 2 بار من مشروب خوردم، بار سوم من فراری شدم فقط به جرم اینکه مشروب خوردن. امکان داره یا مثلا بندازنم زندان یا زندان طولانی مدت یا اعدامم کنن. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ممنون از شما حامد از نروژ، متشکر. اما یک در واقع سرگذشتی رو دریافت کردیم با این عنوان که سرگذشت من به عنوان یک پناهجو از آزاده منصوری براتون رو میخونم. آزاده منصوری نوشته که من در اوایل دهه 1980 تهران به دنیا آمدم، در کشوری که از حقوق برابر و خنده خبری نیست. مادرم نامم را آزاده گذاشت که با این نامگذاری نشان دهد مردم در رژیم کنونی حقوق برابر زنان را فراموش نمی کنند. یک بار مادرم تقریبا تا حد مرگ کتک خورد چون در حضور همکاران دانشگاهیش در بیرون
از ساختمان محل کارش درباره یک عکس خمینی اظهار نظر کرده بود. پدربزرگ من که در رژیم پیشین سناتور بود، در اوایل روی کار آمدن حکومت اسلامی مدتی مخفی بود. آزاده منصوری در ادامه نوشته بسیاری از همکاران او اعدام یا شکنجه شدند. پدربزرگم با مخفی شدن در یک کامیون از تهران خارج شد و سوار بر اولاق خود را به مرز ترکیه رساند. پیش از مخفی شدنش همه ثروت خانواده من را به نام اسلام مصادره کردند. مادر و مادربزرگم همه جواهرات خود و از جمله حلقه ازدواجش را که براشون بسیار عزیز بود در بازار سیاه فروختند. پول آن را از راه‌های مختلف و توسط افراد گوناگون به آمریکا فرستادن که البته بیشتر آنها به مقصد نرسید. من از فرصت‌هایی که برای زندگی و رشد من در آمریکا به من داده شده قدردانی می‌کنم و در این حال از اینکه می‌شنوم هم نسلان من در چه وضعیتی در ایران به سر می‌برند اندوهناکم. امیدوارم این نسل آینده ایران رو در دست‌هایش بگیره. این سرگذشت مختصر آزاده منصوری بود و در بله. اما سلمان سیما عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت هم یکی از پناهندگان است که در حال حاضر در شهر تورنتو در کانادا زندگی میکنه. سلمان هم برای ما از مسائل و مشکلاتش به عنوان یک پناهنده گفته، با هم بشنویم. زندگی پناهندگی زندگی دشواری هست و از سهل و آسون نیستش و این عمری که در طی میشه و به یه نوعی شاید زمان زیادی میبره خیلی خسته کننده هست. شما نکنید چندین مرحله داره. اول باید با سازمان ملل مصاحبه انجام، در صورت که سازمان ملل UNHCR جواب مثبت بده به مرحله سفارت ها میرسه. در مرحله سفارت ها همه کشورها پذیرایی نمی کنن از پناهنده ها. متاسفانه الان ما با قضیه که در سوریه اتفاق افتاده میبینیم که توی ترکیه کار بسیاری از بچه ها به تأخیر افتاده و خیلی سخت هست و کشورها هم رسما و علنا کاری نمی‌کنن که در این روند جدی بشه. برای پناهنده‌های سیاسی هم شما نگاه کنید، داخل کشور بودن، زندان، محرومیت از تحصیل، همه این مشکلات بوده. بعد که میان و واقعا جانشون در خطر بوده و به هزار سختی از کشور فرار می‌کنن، به صورت قاچاقی از مرزها رد میشن، معمولا هزینه زیادی رو برای عبور از مرز پرداخت میکنن و وضعیت اقتصادی آنچنان نخواهد بودش. کار نمیتونید انجام بدین. معمولا دوستان و بچه‌ها به زبان ترکی و به زبان اون کشور مسلط نیستن. همه اینها مشکلاتی رو انجام میده و متاسفانه سفارتخونه ها هم کار ویژه رو انجام نمیدن. شاید مثلا برای یک پذیرش استفاده 7 ماه، 6 ماه، 8 ماه برای 4 تا استعلام زمان طرف میشه. خب من این رو اضافه میکنم، سرگذشت من به عنوان یک پناهجو از آزاده منصوری که براتون خوندم یکی از رشته وبلاگ‌های شخصی هست که پناهجویان پیشین داشتن و اونها هم اکنون برای وزارت خارجه آمریکا کار میکنن. این وبلاگ‌ها که بخشی از اون رو براتون خوندم بخشی از تلاش جاری وزارت امور خارجه آمریکا در گرامیداشت 60مین سالگرد 20 ژوئن یعنی همون روز جهانی پناهندگانه. هر سرگذشتی طبیعتاً بازتاب یک تجربه فردی است و لزوماً بازتاب دیدگاه‌های دولت آمریکا نمی‌باشد. این در توضیح سرگذشت من به عنوان یک پناهجو از آزاده منصوری بود که براتون گفتم. اما همراه هستیم با آقای بهمن معالی‌زاده، بنیانگذار بنیاد نیکوکاری نوروز. آقای معالی‌زاده اجازه بدید این سوال رو هم از شما بپرسم که به هر حال مسئله پناهندگی فقط مختص ایران نیست، به خصوص با توجه به تحولاتی که در شمال آفریقا و خاورمیانه این مدت در جریان هست و به خصوص در ارتباط با لیبی و سوریه می‌دونیم که پناهجویان بسیاری هستند که الان منتظرن به کشورهای مختلف برن. وضعیت اونها الان چه بود؟ اونا همونجوری که میدونین که الان بین مرز ترکیه و سوریه یک کمپ 10,000 نفری انتظار نداشتن که این کمپ از در عرض یک هفته از 1500 نفر برسه به 10,000 نفر و خانم انجلا جولین از اون محل سفیر نیکوکاری یو این به از اون محل بازدید کردن. همونجوری که اطلاع داری خیلی ها در زمان انقلاب تونس به قایق سوار شدن و رفتن به طرف ایتالیا و یک مشکل بزرگی در اتحادیه اروپا سر پناهندگانی که از شمال آفریقا وارد ایتالیا و فرانسه شدن الان مشکل دارن و آقای گوتارس سعی میکنه که آقای آنتونیو گوتارس رئیس سازمان کمیساریای عالی پناهندگان داره سعی میکنن که رسیدگی به این کار انجام بدن.
بله خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. وقتی که در اختیار ما گذاشتید آقای بهمن معالی زاده، بنیانگذار بنیاد نیکوکاری نوروز. با یک بخش دیگه از نظرات شما در وبلاگ و فیسبوک همراه ماندانا هستیم. ماندانا، خب محشید، همونطور که بخش اول گفتم نظراتی که بینندگان دادن ترکیبی از دلایل مختلف است، یک دلیل نیستش. مثلا میکی توی فیسبوک ما نوشته که اکثر کسانی که مهاجرت میکنن به این دلیل در کشور خودشون امکان فعالیت ندارن، فعالیت‌های مختلف، مخصوصا اگه دنبال فعالیت سیاسی باشن. فرشته شین گفته که وقتی مردم نتونن در کشور خودشون از حداقل آزادی‌های شهروندی مطابق با استانداردهای جهانی و نرم‌های اخلاقی برخوردار باشن و نسبت به اون آگاه باشن، رنج مهاجرت رو به جون میخرن. بیننده دیگری به نام سمیه گفته که عدم احساس آزادی و امنیت در کشور خودشون باعث مهاجرت میشه. گفته که خیلی ها مثل من بعد از کلی درس خوندن، اونم در دانشگاه های کشور با شرایط خاص و تحت نظارت بسیج و غیره، بیکار میمونن یا وقتی میرن سر کار از شرایط جاری ناراضی هستن، چون میبینن کارها طبق اصول پیش نمیره و کسانی در رأس امور هستن که فاقد صلاحیت و اطلاعات و دانش کافی هستن. آپتین نوشته که کسی که حاضر میشه وطن و خانواده خودش رو ترک کنه و به جای غریب بره، مطمئنن از یک جای مهمی احساس خطر میکنه. این احساس خطر میتونه از جانب سیاستمداران و سیاست‌های حکومتی اون مملکت باشه یا از جانب اقتصاد یا وضع بد فرهنگ و اجتماع اون کشور. بابک نوشته که این گونه مردم به دنبال فرصت‌هایی هستن که حکومتشون از اونها دریغ کرده، اما از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تحصیل یا کار. اما خب بعضی از بینندگان هم در واقع اصلا با کل این ایده مهاجرت مشید مخالف هستن. از ایمیل‌هایی که داشتیم، ایمیلی داشتیم فکر می‌کنم از آقای مهدی از تهران که نوشتن در اکثر مواقع مشکل آفرین پناهنده کسی نیست جز خود پناهنده. اکثر افرادی که به جای ایستادگی و مقاومت در برابر مشکلات و ساختن مملکت خودشون راه فرار رو در پیش میگیرن، به نظر من بهتر هست که اول قرار رو مقابله با مشکلات و به مهاجرت ترجیح بدن و ثانیاً پناهندگان تشویق به بازگشت به مملکت خودشون بشن و ثالثاً قوانین پناهنده پذیری به نحوی تدوین بشه که پناهندگی رو تا حد غیر ممکنی سخت بسازه و کسانی رو که مهاجرت میکنن افراد ضعیفی. موارد دیگه هم از اینجوری داشتیم تماس، یعنی فکر می‌کنم توی فیسبوک همین دقایق پیش قبل از اینکه من بیام، بیننده به نام آرش البته اینو گفته بود که کسایی که به دلایل سیاسی و مثلا جونشون تو خطر هست، خب اونها در واقع اشکالی نداره، ولی گفته که خودش ترجیح میده که تو ایران بمونه و بجنگه. با مشکلات. ممنون ماندانا تدیون از نظرت. خواهش میکنم. اما حدود یک ماه پیش در خمینی شهر اصفهان و در یک مهمانی خصوصی اتفاقی افتاد که واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشت. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، اوایل خرداد چند نفر از اراذل و اوباش وارد یک مهمانی خصوصی میشن و پس از اون که مردان حاضر در مهمانی رو در اتاقی حبس میکنن، به تعدادی از دختران و زنان تجاوز میکنن. چند روز بعد موسی سالمی، امام جمعه شهر، تلویحاً و به نوعی تجاوز شدگان را مقصر می‌داند و با اشاره به پوشش آنها می‌گوید آنهایی هم که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند آدم‌های علیه السلامی نبودند. در برنامه فردا شب با شما درباره واقعه خمینی شهر صحبت خواهیم کرد و نظر شما رو در مورد این واقعه و بازتاب‌های اون جویا می‌شیم. به نظر شما چه عواملی باعث به وجود آمدن چنین اتفاقاتی میشه؟ و نظر شما در مورد اظهارات مقام‌های رسمی در این باره چیه؟ با پیامگیر ما تماس بگیرید. 201-202-205-9942. بعد از اینکه شماره 92 رو، کد 92 رو زدید، نظرتون رو میتونید بگید. منتظر تماس و نظرات شما هستیم. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید در این برنامه. ماندنا، خب البته بینندگان میتونن از راه‌های دیگه هم تماس بگیرن، وبلاگ، ایمیل و فیسبوک. آدرس وبلاگ ما روی khat.blogspot.com هست، ایمیل ما روی khat@voanews.com و فیسبوک ما facebook.com/voatalk.
بله مجددا تشکر میکنم از همراهیتون در برنامه امشب. فردا شب برمیگردیم با موضوع بحثی که در خمینی شهر اتفاق افتاد.